شما در زندگیتان هیچگاه بمانند یک توتی نباشین که بسیار حرف بزنین، ولو زیبا هم حرف بزنین، اما به بلندی ها پرواز نتونین. شما میتونین بمانند یک عقاب، بله بمانند یک عقاب خاموش و ساکت باشین، اما توانایی لمس کردن آسمان داشته باشین. شما در زندگیتان هیچگاه بمانند یک توتی نباشین که بسیار حرف بزنین، ولو زیبا هم حرف بزنین، اما به بلندی ها پرواز نتونین. شما میتونین بمانند یک عقاب، بله بمانند یک عقاب خاموش و ساکت باشین، اما توانایی لمس کردن آسمان داشته باشین. بیاین این بار از یک بود کاملا متفاوت به برنامه پردازیم. 7 ویژگی خاص و غیر قابل باور عقاب که حتی نیاز است ما انسان از آن استفاده کنیم. شماره 1. عقاب ها در بلندترین ارتفاعات به تنهایی خود پرواز می کنند. یعنی هیچگاه با پرنده های کوچک مانند زاغ، کبوتر، گنجشک و غیره یک جا نمیشن. عقاب با عقاب پرواز می کنند. کاملا همانند زندگی انسان که نیاز است از افراد کوچک، تنگ نظر، کوتاه فکر فاصله بگیریم. ولو هر قدر که مشکل است، این یک نیاز مبرم است. به خاطر که گفته نه که با دیگ نشینی سیاه شویم، پس یک گروه خوب برد بساز. ویژگی دیگر عقاب‌ها این است که تمرکز بسیار قوی روی شکار خود دارند. یعنی قادر هستند که شکار خود را از فاصله حتی 5 کیلومتری تعقیب کنند. برایشان مهم نیست که چی نوع مشکلات در صد راه اهدافشان یا همون شکارشان قرار میگیرم. اینا حتی برای لحظه هم به سمت دیگه نگاه نمیکنن تا زمانی که شکار خود در چنگال خود در نیاوردن. بر ما هم نیاز است که بمانند عقاب گرسنه شکار خود، گرسنه اهداف و رویای خود باشیم، با تمام وجود برای آن مبارزه کنیم، چون لحظه بی تفاوتی و غفلت میتونه بالای مقاصر ما تاثیرگذار واقع شود. پس نگذاریم که رویاهای ما فقط در حد همان رویا بمانند. شماره 3. عقاب ها موجودات بدور است ترسند. یعنی هیچگاه از قدرت و بزرگی شکار خود راست ندارن، اما برعکس در برابر آن مبارزه میکنن. قلمرو خود را حتما و حتما دوباره تسخیر میکنن. به همین منوال برای افراد موفق مطرح نیست که مشکلات اینا به چی حد بزرگند. اینا خودشان قوی هستند و در برابر چالش ها، سختی ها و ناهنجاری های زندگی خود حتما استادگی میکنن. شماره 4. عقاب ها علاقه خاص به طوفان دارن. یعنی چی مفهوم؟ وقتی ابرها در فضا یک جا میشه یا به هیجان میان و با استفاده از همین باد و طوفان خود به بلندی های بیشتر قرار میتن، حتی از ابرها، و این ضمناً باعث میشه که اینا سبب پرواز کنن و بالای خود هم استراحت بتن، در حالی که بقیه پرنده های خرد و کوچک دیگه خود در شاخه ها و برگ های درختان پنهان میکنن. ای به ایمان است که بدستاورندگان از چالش ها فرار نمی کنند. اینا از آن لذت می برند و از این گونه چالش ها و سختی ها اینا به سود خود استفاده می کنند. 5. عقاب ها در هیچ موقع چیز مرده را نمی خواهند. یک ویژگی بسیار جالب. یا به عباری دیگر، اینا تیار خور نیستند. عقاب تنها گوشت را می خورم که خودش را شکار کرده باشم. یعنی همیشه به دنبال چیزهای جدید باشین. هیچگاه به گذشته تان یا به شخص دیگه تکیه نکنین. ای خودتان باشین که دنیایتان رو می سازین. یکی از خصوصیات خاص و جالب دیگه عقاب می است که اینا خودشان خود به سرسختی عادت می تن. یعنی وقتی می رسه که پرهای نرم و ملایم اینا از آشیانهشان دور می کنن و به عوض او خار خسته درون می گذارن. تا ماندن در آشیانه برای نوزاد و نوجوان اینا غیر قابل تحمل باشه و مجبور شون که پرواز کنن، بستراحت اصلا فکر نکنن. یعنی حیوانات هم بالاخره به این معتقد هستند که بی زحمت راحت نیست. و اخیرا ویژگی 7 هم این که بعد از یک مدت زمان بالاخره وقت میرسه که بالهایشان و پنجالهایشان در اثر فعالیت بیش از حد ضعیف میشه و نمیتونن توسط اینا شکار خود در بیارن. یک شرایط بسیار دشوار است برشون، ولی چون عقاب هستند تسلیم خانه میشن، میرن به مغاره های کوه، جایی که دسترسی انسان و دیگر موجودات برشان دشوار باشه، و شروع میکنن به کندن بالهای بدنشان و بعدش پنجالهایشان و منقارشان را به سنگ میکوبن و مشکنن تا اینکه کاملا برهنه شوند. یک پروسه بسیار دشوار و خونین دردناک است که اینا سپری میکنن. بعدا در همان ارتفاعات بلند و کوه در مغاره ها میمانن تا اینکه بالهای نو و پنجالهای نو در وجودشان رشد بکنن، تا اینکه بیرون میشن
و چندین برابر قوی تر و بلندتر از گذشته پرواز میکنن و شکار میکنن. گاهن ما انسانان نیاز پیدا میکنیم که عادتهای گذشته ما را ترک بگیم. او عادتهایی که سودش بر ما نمیرسه ولی ما را سنگین میسازن، اونا باید ترک گفته شون. تمامی این خصوصیات و ویژگی های عقاب ما را به همان جمله آغازین ما برمیگردانند که شما به حد به خاموشی تلاش بکنین که به همان حد کامیابیتان غوغا برپا کنم. اگر امروز با هیچتان به تنهاییتان تلاش دارین، باور داشته باشین که یک روز یک قافله بزرگ رای شما را تعقیب خواهد کرد.